به سال روزت ناستین شادمانه. دوبار زیستم، یک بار با نفسهایم با این تن، بار دیگر همان زمان در جانت من. تو زندگی کرده ای مرا هم، زیستیم شایسته تر از خیشتن فراتر. عمر دوباره همین است، در تنانگی این جهان با خیش بودن و با دیگری همان. آن آسان نیست، تن می تواند خیال ها بپزد در محال. چیست تن جز ذهنی روان؟ شیرین و تلخ این جهان را بسیار در جان بیقرار تاب آورده ایم و هرش تلخ کامی را با حلاوت لبخندت از خاطر زدوده ایم. عمرمان به تقدیس کلام گذشت و ما کلمات دهان همیم. هجده تیر 95 کوی نویسندگان. در مورد رمان ها، ضرورت رمان این بود که بعد از انقلاب ناگهان لغات و مفاهیم تنین های عجیب پیدا کردن. مثلا آزادی، سابقا ما بخوام آزاد باشیم، یه مفهوم مختصر تو ذهن هر کسی بود. بعد وقتی که انقلاب شد و ما در یه دوره خیلی کوتاهی، مثلا 6-7 ماهی، اون آزادی نسبی به وجود اومد که با هرج و مرج اشتباه میشد، ما دیدیم که اینکه ما آزادی میخوایم یعنی چی؟ آزادی برای کی؟ برای چی؟ تا چه حد؟ این آزادی با دموکراسی ارتباط داره، با عقلانیت ارتباط داره، با حزب ارتباط داره، با سیستم ارتباط داره، با افکار عمومی ارتباط داره، با دولت ارتباط داره. همین که میگه آزادی میخوام که نشد کار. این اگر مثلا زنان آزاد نباشن، آزادی مردان به چه معنایی، چه ارزشی داره؟ اگر آزادی مثلا موسیقی نباشه، آزادی شعر تو به چه درد میخوره؟ فضای فعال فرهنگی باید وجود داشته باشه که در شعر و سینما و تئاتر معنی پیدا کنه. در دهه 40 و 50 یکی از چیزایی که بوده اینه که تا حدی اون فضای فعال فرهنگی به وجود اومده. فضای فعال فرهنگی به این معناست که تقریبا بدبستان بین هنرمند و دیگران تسهیل میشه با حمایت‌های دولتی یا بخش خصوصی در دنیا، و شکل دیگه هم نداره. یعنی تئاتر که توی انگلیس یکی از مهمترین هنرها است، هنوز باید با حمایت دولتی انجام میشه. برای اینکه این هنری است که درآمدزا نیست به اون معنا. بنابراین در واقع شما روی ظرفیت ضعیف خود تکیه خواهی کرد برای پیشبرد هدفهای فرهنگی، و این دشواری عظیمی است. و در این حال که یک مصیبت است و یک دشواری است، در این حال یک چیز اعجاب آورم هست. اعجازی است که توی این سینما کیارستمی در آمده، فرهادی در آمده، شجریان در آمده، شاملو در آمده، و اینا واقعا کل زندگی خودشون کف دستشان گذاشتن و فرهنگ نگه داشتن. سه تا مضمون اصلی من توی رمانان دارم که یکیش خدمتتون گفتم قدرت، که خود قدرت شکلهای مختلف داره. قدرت سیاسی است، افکار عمومی است، قدرت اقتصادی است، قدرت معنوی است مثل عشق، مثل مرگ، قدرت‌های ماورایی است مثل مذهب، قدرت‌های تکنولوژیک و علمی تخیلی است که الان بخش سینمای جهان اصلا
زیر نفوذ این نوع قدرته و این نوع دیده. بجز قدرت، من در رمانام مسئله بعدی که بهش اهمیت میدم تاریخه. من غالبا در رمانام تاریخ گذشته رو یه جوری احضار میکنم به اکنون که وضعیت اکنونی خودمونو با این تاریخ بسنجم و اینا روبروی همدیگه قرار میدم، بدون اینکه حالا خودم قضاوت کنم، به خواننده میگم ببین ما این بودیم، اینم الان هستیم، این دو تا رو تو خود میتونی قضاوت کنی که برتری و کارسیش کجاست. و نکته سومم که تو رمان مرتکب مضمون سومش رؤیا و تخیل. حالا مضمون دوم من یه کمی باز میکنم. معمولا ما با تاریخ به سه صورت میتوانیم روبرو بشیم. یکی این که تاریخ نگاری کنیم، یه وقایع اتفاق میفته، شما برمیدارید این وقایع به صورت گزارش مینویسید و این بعدا میشه تاریخ. یکی تاریخ نگری هست که تو فقط وقایع تاریخی رو مطرح نمیکنی، بلکه ارتباط اینا رو به هم دیگه با زمینهای اجتماعیش، با فضای جهانی، با فضای پیرامونیش مطرح میکنی و تحلیل میکنی. این تاریخ نگریه. در واقع تاریخ نگری اون بخش رشد یافته تاریخ نگاریه. مثلا آقای باستانی پارزی تاریخ نگاره، چیره خوب و خوشمزه تاریخ باشه چیز که، ولی فیدون آدمیت تاریخ نگره، تحلیل تاریخی داره، میگه این مشروطیت این شرایط گذارده. یه نگاه دیگه به تاریخ هست به نام تاریخ انگاری. تو تاریخ به سلیقه خود مینویسی. یعنی استالین و تورتسکی کنار لنین وایسادن، بعد استالین میگه این عکس تورتسکی بردارید، ولی بر میدن، این میشه تاریخ انگاری. یعنی تورتسکی نبوده اونجا کنار لنین. تاریخ انگاری جعل تاریخه و متاسفانه تاریخی ما در اختیار داریم به دلیل اینکه زیر سایه شمشیر نوشته شده در طول تاریخ، اینا غالبا قلابی و جعلیان. مثلا تاریخی که در جوریه زندیه نوشته شده یا قاجاری نوشته شده، خب پادشاهان چیز کردن، نظارت داشتن، و اون تاریخی که تاریخ نگارای رسمی که می نوشتن، مثلا امیر کبیره که رگش توی تمام فین زدن، توی تاریخ رسمی دوره ناصرالدین شاه است که او بر اثر اقتحام و آماس مرد. خب هم چه طرف خب این نوشته تو بسیار از تاریخ‌ها نوشتن، یکی دو تا هم نوشتن که مثلا نفهمیدیم چه جوری از بین رفت. یا مثلا تاریخ انگاری، حتی فقط تاریخ نویسا نیستن که جعل میکنن، همه در شرکتن، دولت ها، افکار عمومی، روشن فکران، حزب ها. مثلا ما همه میدانیم که من چون سنم اقتضا میکنه سال 30 رو به یاد میارم که مصدق دفت ملی کرده دیگه، حالا به کمک دیگران، اما فکر اصلی مال مصدق بوده، کبت فکرم از یه نفر گرفته بوده، ولی خب بالاخره اون اجرایی کرده. بعدن کتاب پنج استاد در اومد که روسا نوشته بودن، گفتن حزب توده نفت ملی کرده. بعد اعلی حضرت همایون اومدن گفتن ما نفت ملی کردیم. بعد انقلاب شد، گفتن آقای آیت الله کاشانی بود که عامل اصلی بود که توده ها رو به هیجان در آورد اینا. حالا خدا میدونه که بعدن چه کاری نفت ملی کنه. آخه این که نمیشه که نفتی که ملی شده و ما میدونیم که کی عاملش بوده 6 تا مدعی داشته باشه. این تاریخ انگاریه و این تاریخ انگاری بسیار خطرناکه و بدا به حال ملتی که تو کتابای درسیش بخش عظیمی از فرهنگ گذشته نفی کنه، تحقیر کنه، بگه این شاهان فاسد بودن، این آدما عوضی بودن، این امیر کبیر هم یه آدم متوسطی بود، این مصدق هم یه آدم بزن متزلزلی بود. تاریخ از ما شروع نمیشه و به ما هم ختم نمیشه. تاریخ یک امر زمانمند هست که تازه خود تاریخ زیر سایه افسانه و اسطوره اهمیت پیدا میکنه و اون اسطوره ها هستن که مردم آرزوهای خودشون تو اون اسطوره ها جلوه‌گر کردن. بعد اون آرزوها تو تاریخ یه جوری عملی شده به وسیله آدم ها. به هر حال این توی تاریخ این سه تا مرحله وجود داره. بنابراین من تاریخ وقتی بهش تو رمان توجه کردم به هیچ وجه تاریخی نیست که مثلا تاریخ بیهقی تا حدی برای من قابل قبول، ولی خب کامل نیست. شاهنامه خیلی نزدیک به اون تاریخ نگری است که ما فکر میکنیم. برای اینکه فردوسی بابا یک انسان آگاه و دانا، اون
اسنادی که در اختیارش بوده همونا رو مطرح کرده، هیچ کم و زیاد نکرده. خب حالا اون اسناد ممکنه ایراد داشته باشه، ولی فردوسی به عنوان یک تاریخ نگر بسیار دقیق اسطوره دوره پهلوانی و دوره تاریخی ما رو مطرح کرده. من تاریخ از طریق متون ادبی بیشتر پیدا کردم. یعنی حافظ وقتی میگه که عقاب جور گشوده است بال بر همه شهر، این تاریخ دوره حافظه. وقتی حافظ با من شاعر میگه اینقدر دانم که از شعر ترش خون میچکید، این تاریخ اون دوره است. وقتی که من میبینم قرة‌العین ناصرالدین شامی از توچاه، این تاریخ اون دوره است. وقتی قمرالملوک به عنوان یک زن میاد در اوج اختناق تو گران هتل یک دفعه حجابش بر میداره و میزنه زیر آواز، اون تاریخ منه. تاریخ من درویش خانه، تاریخ من بیهقیه، تاریخ من شاهنامه، تاریخ من حافظه، تاریخ من شجریانه. اینا هدایته. من میخوام تاریخ دوره را بخوام که لازم نیست که برم دیگه مش چیزی که آقای بهرامی نوشته بخونم یا فلان آدم بنویسم. من هدایت برای من براحتی، اختناق، حماقت ها، جهالت ها و خیزش های اصل خودش تو آثارش انعکاس داده. و خب البته بعد این آدم دراره بیرون از اون آثار، ولی بعد آگاهانه بخونه تا دراره بیرون. به گمان من تاریخ تو ادبیات و هنر ما هست، تاریخ توی مینیاتور ما هست. گفتیم که در تاریخ تاریخ نگاری مهمه و تاریخ نگاری و تاریخ انگاری در مرحله بعدی قرار داره. در ادبیات عکس قضیه است. در ادبیات واقعیت انگاری اساس کاره، که رؤیا و اسطوره و تمثیل و افسانه و اینا زاده میشه. خیال، به قول مولوی میگه که تو جهانی بر خیالی بین روان، نیست وش باشد. میگه خود خیال نمیشه، نیست وشه. نیست وش باشد خیال اندر جهان، تو جهانی بر خیالی بین روان. حالا در ادبیات ما در واقع واقعیت انگاری میکنیم. ما در برابر واقعیت بیرونی یک واقعیتی هنرمند تو ذهنش میسازه که همتراز اونه. در واقع به این دلیل میگن خالق هست. همجور که خدا خالق طبیعت و هستی هست، انسان هم خالق این فضا هست. کافکا خالق یه فضا هست. برای من واقعیت انگاری اهمیت زیاد داره. واقعیت نگری هم البته بد نیست، و که همون واقعیت نگری در واقع نوعی رئالیسم هست. حالا رئالیسم هر کس یه جور میدونه، ولی واقعیت انگاری در واقع سورئالیست و مکاتب بعد از اون مثل اکسپرسیونیسم و داداییسم این قضیه. بنابراین در عالم ادبیات واقعیت نگاری کار روزنامه هاست و بعضی هم خب تو ادبیات هم به کار برن. برای همین هست که میگن رمان امروز ما یه مقدار با روزنامه نویسی ارتباط داره، برن که دوتاشان در واقعیت نگاری مشترکن. که مثلا همین خانمی که جایزه نوبل برده چهل نوبل نوشته، یه جوری متکی است بر اسناد که در روزنامه ها منعکس شده. بعد واقعیت نگری است که در واقع تا حدی مشابه رئالیست و واقع نمایی هست. واقعیت انگاری اون چیز که شخص ابداع میکنه، یک واقعیت جدیدی پدید میاره. اگر در تاریخ این قضیه چیز بی ربطی است، در ادبیات مهمترین مسئله است. و خود من در واقع خیلی به واقعیت انگاری معتقدم. همیشه داستانهای من در درجه مبتنی بر تخیل هستن، ولی ریشه های این تخیل تو واقعیت. در واقع من در یه جایی گفتم که شعر من، شعرهای دوره دوم من بیشتر اونجایی که دیگه از مسائل دوره اول که مسائل احساساتی و بعد مسائل شخصی و بعد مسائل مبارزاتی بوده، بعد دوره دوم یک نوع من به سورئالیسم اجتماعی توجه کردم. سورئالیسم اجتماعی به معنی است که تو در این حال که پرواز بینی ذهنته، به یه نحوی شکلهای اجتماعی هم درش
دیده میشه. یعنی یک پای رقصنده روی زمینه، یه پاش توی هوا حرکات موزون داره. بنابراین اون حرکات موزون پایی که تو هوا هست، اون تخیل و خیال و سورئالیسم، این پایی که روی زمین هست، زمین واقعیت و مسائل اجتماعی، فقر، بدبختی، جنگ ها، مصیبت ها و قضایی است که به حال بشر به تو تاریخی دوچارش است. بعدها من فکر کردم که این شاید کلمه سورئالیسم، مثلا ما بگیم فلان کس سورئالیسته، فلان نقاش سورئالیسته، فلان کس فیلم سورئالیستی ساخته، اینا غلطه. سورئالیسم یک مکتبی بوده در فرانسه و یه دوره معینی با آدمای معین. در ایران ما نمیدونیم بگیم علی اکبر صادقی سورئالیسته، ظاهرا سورئالیسته با اون تعریف کلی که ما داریم، اما اینها از یک منشأ ایرانی کارهای اون الهام گرفته و اون شگفتیزاییه. یعنی شگفتیزایی و حیرتزایی کارهای صادقی مبتنی بر افسانه های مردمی، قصه ها، داستان ها و ضرب المثل ها و بسیار چیزی هست که تو مردم رواج داشته و این تونه زندگی کرده. توی هزار یک شب، توی داستان معمولی ما، اونقدر اتفاقات عجیب غریب جادویی وجود داره که ماها که با این کتابا بزرگ شدیم، ناگزیر بخشی از ذهن ما تحت تاثیر اون فضای جادویی هست و اون فضای جادویی ما از نازم از آمریکای لاتین میگیریم. خب اینجا هزار یک شب هست که بزرگترین منبع و کتابای دیگه. برای من لغت شگفتیزایی ره برای این قضیه دیدم توی معینم استفاده شده، لغت حرامزادی نیست که همینجوری در آمده باشه، ساختش باشه. شگفتیزایی به معنی که کسی یک کاری میکنه که باعث حیرت دیگران میشه. اصل هنری فقط باعث حیرت دیگران میشه. و تو یه وقت هست که توی فرانسه با زیر شکل سورئالیسم کاری میکنه، یه وقت در ایران با بومیگرایی و اتکا به هزار یک شب و افسانه‌های مردمی و قصه هایی که شنیدی و زندگی که توش جریان با مردم جریان داشتی به اونجا میرسی. به نظر من یادم مثل من سخنرانی کردم تو موزه راجب صادقی، راجب همین قضیه صحبت کردم که ما به مسامحه میگیم این سورئالیسته، این آثارش حیرت‌زا و شگفتی انگیزه و این همون کاری است که توی داستان‌های هزار یک شب به وفور هست و تو بقیه داستان توی اسکندرنامه هست، توی بخشی تو شاهنامه هست، هفت خان رستم یه جوری شگفتیزایی توش هست. اساس کار مدرن هستن. برای اینکه شما یه بار با کیاروسمی صحبت میکردیم، میگفتم تو معیار چیه برای این تابلو اینا، گفت من جوری تابلو یا عکسی یا تابلویی که برم و اون من میخوب کنه اون کار خوبه. برای که این همه من راجع به این قضیه ها فکر کردم، خواندم، دیدم، این حرفا، این داره من میخوب کرده، این یه چیزی باید توش باشه که من به حیرت انداخته. این حرف مثلا من دیدم که اون نمایشنامه‌نویس معروف آمریکایی به من گفت که ما تا حیرت نکنیم از اینکه اصلا هنری متوجه این نمیشیم که در اون چه لایه‌هایی وجود داره و اصلا کنجکاو اون نمیشیم. حالا البته خب مثلا تو شعر که با موارد زیاد داریم. به هر حال من همیشه توی رمان‌های خودم مسئله شگفتیزایی برام مهمه و خیال برای من در واقعیت ارجحه. برای اینکه واقعیت اون چیز که آدم می‌بینه، ولی ما عادت کردیم روی سنت فرهنگی خودمان که این چیزی که می‌بینیم پشتش هم بتوانیم ببینیم. حالا البته مثلا روشی که من دارم با روشی که سعادی داره دقیقاً برعکس. یعنی سعادی داستانش اول از یک واقعه شروع میکنه، یک گزارش شروع میکنه، بعد میره تو فضای سورئالیستی. من از فضای سورئالیستی شروع کردم میام تو واقعیت. یعنی مثلا من یه فضای توی ایالات نیسترجان یه فضای ساختم که یه آدمی هست که در اونجا آدمها نادیدنی هستن، یه دنیای نادیدنی هست که توی این دنیای ما هست ولی با اونه نمیبینیم. بعد اون دنیا روح همین دنیاست. یعنی تو اون دنیا ظلم میشه، بیداد هست، جنگ هست، فشار هست، خفقان هست، اعدام های بی جهت هست، اما تو اون جهان نامرئیه، تو جهان مرئی ما همش خوبه الحمدلله. توی اون جهان نامرئی اون اتفاقات میفته. و مثلا من دیدم یه خواننده‌ای مثلا برای من نوشته بود که
این جهان نامری که همین جهان مری خودمون میگیرن دیگه، یعنی اینجوری نیست که طرف مثلا گیج بشه. برای اینکه ما با تمثیل و استعاره زندگی کردیم، هیچ وقت نگذاشتن ما با هم صریح باشیم، نه فقط دولت ها بلکه به طور که افکار عمومی نباشه. من از یه نفر خوشم نمیاد، قادر نیستم بهش بگم آقا من یا خانم من از تو خوشم نمیاد، مثلا نمیخوام با تو رفت آمد داشته باشم. هی میپیچن و هی میگم که شما چه آدم خوبی هستید، اما مثلا من امروز کار دارم یا فلان یا مریضم یا میخوام برم سفر، یه جوری مثلا میخوام اون رو نبینم. خب این بعد یک کلمه است آقا من نمیخوام شما رو ببینم، به همین راحتی و تمام میشه میده. و ما هی ما چینیا هندیا همه این مصیبت داریم که همه چی میپیچینیم، پیچیده میکنیم، اون طرفش نگاه میکنیم، ابعاد دیگرش میبینیم، بعد دوچار توهم میشیم. وقت اون توهمه بیماریه دیگه، دیگه از یه جایی به بعد این پیچیدگی ذهن نیست و این درک لایه های گوناگون یک اثر ادبی نیست، بلکه توهمه. مثلا به یارو چشم بده، کسی به چشم توجه نمیکنه، این نمیگه شعر من بده، میگه این مردم نمیفهمن شعر منه. خب این که نمیشه که. بعد وقتی تعداد زیاد آدم میگن ما میدونیم شعر چیه ولی شعر تو بده، میگه شماها در توطئه سکوت میخواید در مورد من چیز کنید. من یه یادداشت نوشته بودم که یه نفر گفت که در مورد آثار من توطئه سکوت شده، من نوشتم که کاش خودت هم در این توطئه سکوت شرکت داشتی، اصلا نمینوشتی. حالا غرض اینه که رؤیا و تخیل یکی از مضمون‌های اساسی رمان‌های منه و من در اون دنیای رؤیایی تمام اون چیزهایی ده که ممکنه که جلوش گرفته بشه و نظرن اون حرف زده بشه ناگزیر از طریق اون رؤیا و اون تخیل و اون تمثیل عرضه می‌کنم. این بود که ولی بعضی مدل منحرف میشه ادبیات، ادبیات به طرف یک نوع پیچیدگی زائد میره. الان یکی از مشکلات بزرگ ادبیات جوانای ما این است که اینها حرفای بسیار خوبی دارن و دقیقی دارن و درستی دارن، اما هیچ کدام از اونها گفتنی نیست و شنیدنی نیست، ناگزیر اینها هی میپیچنن قضیه ره. کسی هم نیست که این شرط دگرگون کنه یا مثلا کمک کنه و این جوان در تنهایی خودش دچار یک نوع توهم میشه که توهم تو ادبیات خطرناکه. تو ادبیات تخیل و تفکر اهمیت داره، اما توهم همسایه ایناست. اون توهم اگر بیاد تو بیماری خودت میگی اما فهمیده نمیشه، برای اینکه پایه نداره، در حالی که تخیل پایه داره. ما نباید خودمون توی دنیای بنگیا بیاندازیم و توهم عجیب غریب بیاندازیم. ما باید با واقعیت روبرو بشیم برای اینکه راه حل پیدا کنیم، عوض کنیم. ما ناگزیر تو این جهان مادی هستیم و این جهان مادی رو ناگزیر باید دگرگون کنیم و برای این تمام آثار هنری باید کمک کنن که ما به این به درک این ناسازگاری جهان برسیم. و این اون چیزیست که خب به عنوان یه خطر توی ادبیات هنر ما مطرح است، برای اینکه ما رو ناخواسته دارن سوق میدن به طرفی که ما به خیال پروری. ما باید با واقعیت روبرو بشیم. کارهای فرهادی آدم با واقعیت روزمره روبرو میکنه، میگه تو اینی، تو هر آن ممکنه یه چیزی کتمان بکنی، یه چیزی نگفته باشی، تو خودت قهرمان تصور میکنی. خب این به نظر من این سینمای درسته، سینمایی است که وضعیت موجود میگه، بعد اون انقدر قشنگ و خوب میگه که تو حضر سر نمیره و در این حال با یک واقعیت اجتماعی اصلی روبرو میشی. اینی که من ببرن توی یه مش فانتزی و توی یه مش چیزهای عجیب غریب، حالا گیرم که خیلی هم شیک و عالی باشه، یه چیز یه ایرادی توش هست. حالا جهان بینی که من در شعر و رمان و داستان دارم، یعنی اون جهان اندیشگی و جهان خیالی که من دارم که ذهن و قلم من هدایت میکنه، حالا قلم که الان انگشت هدایت میشه با کیبورد، جهان تنزدیشه. یعنی من جهان رو نابجا، وارونه، رؤیاوار، غیر عادی و پر از
دلهره و کابوس استراب میبینم. من اصلا جهان به طور چیز معمولی نمیبینم. یعنی طنز به آدم کمک میکنه. طنز تعریفش اینه که طنز عبارت از نقد اجتماعی تردید برانگیز شوخیانه است نسبت به موقعیت بشری. یعنی اولا نقد اجتماعی تو طنز. بعد این نقد اولا نقده. طنز نیست بعد ناقد باشه. بعد این نقد اجتماعیه، فردی نیست. به آدما فقط حمله نمیکنه بلکه کل. بعد تردید برانگیزه. تو میگه که اون چیزی که الان هستی ممکنه این اونطوری نباشه که تو فکر میکنی. ذهن تو و دید تو و تربیت تو اینه، اینجور میبینه، ممکنه یه جور دیگه باشه. بنابراین تردید برانگیزی یکی از عناصر طنزه که نابجایی آدم حس میکنه، وارونه بودن قضایا رو حس میکنه، دگرگونی حیرت‌زایی جهان مطرح میکنه. بعد نقد اجتماعی تردید برانگیز حتما هم شوخیانه باید باشه. اگر توش عنصر کمدی نباشه و عنصر تراژدی نباشه، در واقع طنز شکل نمیگیره. بنابراین ترکیبی از تلخند یا گریه و خنده یا فاجعه و چیزهای مفرح توی طنز باید باشه. بعد اینها همش موقعی اهمیت داره که راجع به موقعیت‌های بشری صحبت بشه. یعنی این جهانبینی به موقعیت بشری قابل پیاده شدن باشه. و خب این برداشتی که من دارم، این با اون شوخی، با متایبه، با فکاهیات، با کمدی های ارزان، با اینا متفاوته این نوع نگاه. مثلا سنایی، مولوی، عطار، هدایت، اینا همه با این نگاه کردن، نقد کردن، نقد اشتباهی کردن. بعد اینا به نهادهای موجود قانع نبودن، میگفتن میشه دگرگون کرد، با انقلاب دگرگون کرد، تغییر داد سیستم رو، نهادها رو، سازگار وضعیت. لحنش طیبت آمیز شوخی داشتن که سعدی میگه که من این داروی تلخ رو به شهد طنز آغشته کردم که قابل تحمل باشه. چون اون دنیایی که طنز اندیش مطرح میکنه دنیای خیلی تلخیه، دنیای کافکا، دنیای کامو، دنیاهای تلخی، دنیای سارت، دنیای کسانی از کالوینو، حتی حالا قدماشو بگیم مثلا سروانتس، دنیای تلخیه. اون با شوخی اون تلخیه ها رو یه روپوش فریبایی روش کشیده. اینها با طرح مسائل طنزآمیز میخواستن فاجعه زندگی بشری رو با یه لحن سبکی به دیگران القا بکنن برای تغییر موقعیت. یعنی طنزآمیزش در نهایت به یک انقلاب دائمی معتقد است و معتقده که تو هر در هر حدی از حکومت باشی و یا اجتماع باشی، یه مرحله بعدی وجود داره که تو میتوانی به اون برسی. مثلا یه وقتی ما فکر میگردیم که خوش به حال سوئیسیا، کاش که مثلا ما مثل سوئیسیا بودیم. بله، خب ما متفاوتیم با سوئیسیا، ما مشکل ما یه چیز، ولی خود سوئیسی هم مثلا نویسنده سوئیسی هم اونم از جامعه خوش ناراضیه و یه چیز دیگه پیشنهاد میکنه. خود فرانسوی هم که یه وقتی مثلا برای ما اینا قبله آبال بودن که در دهه 30 و اینا که مثلا فرانسوی ها آمریکایی ها خیلی خوبن، اون موقع اونا نقد داشتن نسبت به اون جامعه، می‌خواستن جامعه دگرگون کنن، رویای آمریکایی مسخره می‌کردن یا مثلا بسیار سرمایه‌داری مسخره می‌کردن یا نقد می‌کردن. حالا مسخره نیست بلکه ارزیابی نقدام طنزآمیزه. به هر حال یک انقلاب مداومی و یک طغیان مداومی باید در هنرمند باشه و من بهش معتقدم و این تو جهان بینی یه هنرمند باشه. اگر هنرمندی به جایی برسه که از کار خودش راضی باشه و خوشنود باشه که من این کار انجام دادم، وظیفه من انجام دادم، این همونجا وفات کرده دیگه. بلکه دائما بعد دیگه اون چی که من ساختم، خب این کار کردم، حالا من امروز چی باید بسازم برای آینده و برنامه داشته باشه که برای آینده چیکار کنه. هر وضعیت بشری که هست فکر کنه که یه وضعیت بهتری هم وجود داره و بعد به اون وضعیت برتر برسه، قانع نباشه به وضعیت موجود. کسی که به وضعیت موجود تن در میده باز یک مدتی تملق‌گوی قدرت‌های اون جامعه قرار می‌گیره. تو باید مرتب فکر کنی که میشه دگرگون کرد قضایا رو و این دگرگونی رو
اصلا جز جهانبینی نویسندگان باید باشه که انقلاب مداوم ذهنی داشته باشن و طغیان علیه خودشان، علیه وضعیت موجود، برای بهبود زندگی عمومی، نه خودشان، برای بهبود زندگی عمومی. اینا باید دائما مردم به شیوه دیگرگون کردن زندگی وادار کنن و به فکر وادارن. خب این بهار بخش اعظم جهانبینی من بر اساس طنزه و چیزی بودی که من از سال 46 تا حالا توی آثار خودم مطرح کردم، که در یه جایی با دید تفسیر بیشتری شرح خواهم داد. بجز طنزاندیشی، یکی از چیزایی که برای نوشتن برای من مهمه و یه جوری این من وادار به نوشتن میکنه، کشف خیشتنه. همونجوری که ما در جهان هستیم، جهان هم در ما هست. جهان در تک تک انسان‌ها وجود داره. هر کسی جهان خودش داره، جهان خودش رو به خودش حمل می‌کنه. هر کسی که می‌میره، اون جهانش باهاش از بین میره. و جهان من با جهان شما دو جهان متفاوت است که در کنار هم دیگه همزیستی دارن. فقط یه مشترکاتی دارن که می‌توانن این دو نفر با هم صحبت کنن. اما جهان‌های متفاوت با داریم. بعد این من فکر می‌کنم که با نوشتن من در واقع چنگ میاندازم به نیاگاه خودم، به ناخودآگاه خودم، که این ناخودآگاه به ناخودآگاه جمعی جامعه و تاریخ متصله، چون ناخودآگاه از اینها تغذیه میشه. بنابراین وقتی که من سعی میکنم که از ناخودآگاهم که در اختیار نیستی چیزهایی رو بیارم بیرون که باعث حیرت زایی خودم و دیگران میشه، در واقع باز هم به شناخت خودم به عنوان یک انسان آگاه میشم. و وقتی به شناخت خودم آگاه شدم، قادر هستم که به شناخت دیگری، شخصی که جز من هست، آگاه بشم. و تو این رابطه دموکراسی شکل میگیره. یعنی تو وقتی به خودت فکر میکنی یه آدم مستبدی، وقتی که از خودت فراتر میری به یه آدم دیگه فکر میکنی، وارد مرحله دموکراسی و دگراندیشی در واقع میشی. بعد دیگری فقط یه نفر نیست، گاهی جامعه است، گاهی هستیه، گاهی طبیعت، گاهی تاریخ، گاهی رویاست. و بنابراین تو با نخست باید خودت کشف کنی، و وقتی جهان خودت کشف کردی، از طریق شناخت اون عناصری که کمک کردن که تو جهان خودت کشف کنی، سعی کنی که جهان دیگران کشف کنی. و در این بدبستان است که ادبیات و هنر شکل میگیره. یعنی من باید نصف دنیای حافظ داشته باشم تا با حافظ ارتباط داشته باشم. من باید اون علوم بدانم، اون اشارات بدانم، معنای گلها رو بدانم، اصول آفرینش بدانم، قرآن که اون خوانده مثلا من حالا کمابیش بدانم، علومی که در زمان حافظ بوده، تاریخ اصل حافظ بدانم. خب اینا بدانم، وقت من به شعر حافظ نزدیک میشم. یعنی اینطوری است که برای نزدیک شدن به دیگری، تو بایستی به هر حال کنجکاو باشید که اونو بشناسی. و یکی از کارهایی که رمان نویس دادن این است که مثل یه روانکاو عمل میکنن، به مردم که نگاه میکنن سعی میکنن تا عمق روح اونا برن جلو. و اینکه اگر نتوانن برن جلو، که نمیدن شخصیت های خودشون به این خوبی بسازن. یادم مثل بالزاک، مثل یه روانکاو آدم هایی اصلا عرضه کرد. یادم مثل داستایفسکی، اصلا کل روانکاوی مدرن به گرد پاش نمیرسه در شناخت آدم ها. برای اینکه این آدم از خودش فراتر رفته، به دیگری فکر کرده، اندیشیده و اونه در اون شرایط دیده و در حالات مختلف اونه تصور کرده و اونقدر راجبش فکر کرده که از اون به عنوان یک موضوع قابل بحث و قابل فکر کردن یه شخصیت ساخته. و بنابراین ادبیات به ما کمک میکنه که ما جهان خیشتن بشناسیم و جهان دیگری بشناسیم و در ارتباط بین خودمان و دیگران و انتقال جهان خودمان به جهان دیگران باعث میشه که اونام دنیاشان به این دلیل قرینتر بشه و اونام دنیای خودشان بتونن منعکس کنن، منتقل کنن به دیگری. و ادبیات در واقع یک جور یک سلسله زنجیرهایی رو که به هم دیگه متصلن، حلقه های زنجیره به هم دیگه به حرکت در میاد. یه نفر به حلقه اول کمک میکنه، حلقه اول به حلقه دوم. رودکی وقتی میگه این جهان پاک خواب کردار است، آن شناست که دلش بیدار است. میگه دل آدم بیدار باشه، ذهن آدم که کار کنه، میفهمه این جهان عین یک خوابه. خب این حرف کمی نیست. چرا این گفته این جهان مثل یک خوابه؟
تو دقت میکنی میبینید مذاهب هم یه جوری اینه گفتن، تو فلسفه هم یه جوری این گفته شده. بعد یه عده میگن ما این دنیا رو انگار با خیال خودمان داریم میسازیم، این جهان خیالی ماست، یعنی خیال ما مسلط میشه بر جهان. به هر حال این حرف کمی نیست. بعد تو این جهان خوابگردان از زورکی میاد تا زمان ما دوباره بهش فکر میکنیم که آیا واقعا خواب کرداره یا نه، و اگر خواب کردار هست چجوری میشه این جهان خوابیده رو مثل نیما بیدار کرد با زنگ ناقوس یا با صدای خروس یا بانگ آزادی؟ با چی این جهان خواب کرداره میشه به حرکت واداشت؟ خب به هر حال ادبیات اینجور حلقه هاش به هم متصلن و هر کدام از ما به دیگری تکیه داریم و به متن‌ها تاکید، هر متنی به متن‌های دیگه وابسته است. اینی که چه کتابی روی تو تاثیرگذار، چه آدمی روی تو تاثیرگذار، اینا حرفای خیلی کلیه. همه چیزها روی یک هنرمند تاثیر میذاره تا این بتونه روی بسیار چیزهای دیگه تاثیر بذاره. بنابراین تاثیر گرفتن یک امر دائمی است و خود این یه موضوعی است که رو در یک فرصت بیشتری بعد صحبت کنیم.